در گفتار امروز میخواهم درباره واژه ملت با شما سخن بگویم. کنسپت ها یا بگرد ها مفهوم ها را واژه ها نمایندگی میکنند و درست فهمیدن بگرد ها نیازمند واژه های بی ابهام است. چنین چیزی نه تنها در دانش های پرسون، دقیق یا فیزیکی اهمیت بسیار دارد، در دانش های انسانی هم ضروری است و اصولاً جز از این راه نمیتوان درست اندیشید و پیشرفت کرد. نادرست نامیدن یا بد نامیدن بگردها مخدوش کردن آنها و به گمراهی رفتن است با پیامدهای ناخواسته و گاه زیانبار. چنان که پیش از این هم بارها گفتم، ما خود آفریننده بگرد نیستیم. بگردهای نوین را چه در دانشهای آروینی تجربی، چه در دانشهای انسانی از زبانهای اروپایی میگیریم و میکوشیم برای آنها برابری فارسی داشته باشیم، گاه بیان که معنای درست آن بگرد را فهمیده باشیم. چندی پیش در برنامه شماره 57 درباره نامناسب بودن کاربرد واژه اصلاح در برابر رفرم سخن گفتم. امروز به واژه ملت که در برابر نسیان به کار می رود می پردازم. واژه نسیان به معنای نوین آن نخست در زبان فرانسه به کار رفته است. این واژه از فرانسه کهن نسیون صدی 13 می آید، به معنای زادمان، خیشاوند، کشور، میهن. فرانسه آن را از لاتین نتیو گرفته، به معنای زایش، منشأ، تخم، نژاد، دودمان. در اصل به معنای آنچه زاده شده. از لاتین نتوس صفت مفعولی نسکی، زاده شدن، زادن. این واژه لاتین هم ریشه است با اوستای زن به معنای زادن و همین واژه زادن در فارسی با آن واژه های اوستایی و لاتین پیوند دارد. واژه نسیون پس از نوزایش، رنسانس و به ویژه پس از انقلاب فرانسه و تحول جامعه های اروپایی معناهای تازه‌ای به خود گرفته است. در همگانی ترین تعریفش، نسیون عبارت است از گروهی مردم با خاستگاه های گوناگون که فرهنگ مشترکی دارند، در حیطه جغرافیایی معینی زندگی می کنند، زبان و پول مشترکی دارند و از یک قانون پیروی می کنند. در قانون بین المللی نسیون به مردم یا کشوری می گویند که دولتی آن را نمایندگی می کند. به سخنی دیگر، نسیون جنبه فرهنگی و اجتماعی دولت است و این دولت ظرفیت برقراری رابطه مستقیم و همتراز با دولت‌های دیگر را دارد. بگرد نوین نسیون در صدی 19 هم در اروپا اهمیت یافت. کشورگشایی‌های ناپلئون بناپارت حس میهن پرستی را در اروپاییان به ویژه در پروس یا آلمان برانگیخت. یوهان گوتلیب فیشته در کتاب خود به نام روی سخن با نسیون آلمان به سال 1806 مردم را به ایستادگی در برابر فرانسوی‌ها شوراند و کوشید حس میهن پرستی را در آنها بیدار کند. فیشته نسیون را چنین تعریف کرد: مردمی که از یک دودمان و نژادند و فرهنگ و دین مشترکی دارند. برداشت فرانسوی‌ها از نسیون چیز دیگری بود و هنوز هم هست. ارنست رونان در کتاب خود نسیون چیست به سال 1882 میگوید نسیون عبارت است از خواست جمعی انسانها برای زندگی مشترک، هرچه باشد منشأ، فرهنگ یا دین آنان. همکنون هم جمهوری فرانسه که کشور حقوق بشر خوانده میشود بر این اصل نهاده شده است. رسیدن به چنین برداشتی از نسیون زایده تاریخ گذشته اروپا و به ویژه جنگ‌های دینی پرشمار و طولانی بود. در این بگرد جدید باورهای دینی مسئله ای است فردی، زیرا اصل قرار دادن آنها پیامدی جز جنگ و کشتار و ویرانی ندارد. مسئله این است که پیروان هر دینی دین خود را حقیقت مطلق می‌دانند و دیگر دین‌ها را رد می‌کنند. در اینجا نمی‌خواهم به بحث‌های سیاسی مربوط به نسیون وارد شوم، چون وقت آن را نداریم و اصلاً هدف این گفتار پرداختن به جنبه‌های زبانی است نه سیاسی. به هر حال وقتی که ایرانیان در پایان صدی 19 هم با اروپا تماس یافتند، به ویژه با فرانسه، با بگرد نسیون آشنا شدند. می‌دیدند که فرانسه کشوری است که مردمش نسیون آن کشور هستند.
و هر یک از عضوهای نسیون سیتوایان به شمار می رود که در فارسی امروز به آن شهروند می گوییم. می دیدند که اداره کارهای نسیون بر یک رشته قانون بنیادی نهاده شده است که نمایندگان نسیون وضع کردند و به آن کنستیتوسیون یا لالوا فوندامنتال می گویند. ایرانیان کنستیتوسیون را قانون اساسی ترجمه کردند. یک ویژگی بسیار مهم قانون اساسی که استخوانبندی نسیون به شمار می رفت جدا کردن توانها یا تفکیک قوا بود به سه توان: قانونگذاری، اجرایی و قضایی. این جداسازی توانها از اندیشه فیلسوفان اروپایی به ویژه جان لاک انگلیسی و مونتسکیوی فرانسوی در سده 18 هم برمی‌خواست. بدین سان همه توانها در دست یک تن یا یک گروه متمرکز نمی‌شدند و از این راه می‌شد جلوی دیکتاتوری را گرفت. در زبان فارسی بگرت نسیون وجود نداشت، گرچه ایرانیان بزرگترین و گسترده‌ترین دولت‌ها را در تاریخ به وجود آورده بودند و در اداریان دین را کنار گذاشته بودند و نام ایران و میهن بیش از 2000 سال مردمی با خاستگاه‌های گوناگون را به هم پیوند داده بود. واژه‌ای که در برابر نسیان به کار رفت ملت بود، که به هیچ روی واژه‌ای مناسبی برای این بگرت نیست، چون ملت در اصل به معنای دین است. به فرهنگ‌ها بنگریم. قیاس اللغات: ملت دین و کیش و شریعت. ناظم الاطباء: دین و آیین. کشف الاسرار: ملت و دین دو نامند، آن شرع را که خدای عز و جل نهاد میان بندگان بر زبان انبیا. ملت در قرآن 17 بار آمده است که در تمام موردها به یک معنی واحد به کار رفته است. بنابر قاموس قرآن بدان جهت ملت میگویند که از جانب خدا املاء شده است. در ادبیات فارسی هم ملت همه جا به معنای دین به کار رفته است. چند نمونه: منوچهری: وانان که مفسدان جهانند و مرتدان، از ملت محمد و توحید کردگار. فرخی: امیر عالم عادل محمد محمود، جلال دولت و ملک و جمال ملت و دین. ناصر خسرو: از روزگار و خلق ملولم کنون، از آن پشتم به کردگار و رسول است و ملتش. نوروز دابه: شمشیر پاسبان ملک است و نگاهبان ملت. امیر معزی: عید اضحا سنت و رسم خلیل آذر است، اهل ملت را به رسم و سنت او افتخار. کلیل و دمنه: در ترجیح دین و تفضیل مذهب خیش سخنی می گفتن و گرد تقبیح ملت و نفی مخالفان می گشتن. جوامع حکایات توفی: از برای تشدید قواعد دین و ملت و تشدید عواقد فرض و سنت، انبیا و رسل را به خلایق فرستاد. تاریخ قازان: چون به دین اسلام درآمد و ملت نبوی و دین حنفی را به گوش هوش و سمع رضا اسخا فرمود. سعدی: جوری که تو میکنی به اسلام در ملت کافری ندیدم. مولوی: ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را مذهب و ملت خداست. پس میبینیم که ملت یعنی دین، و کسانی که ملت را در برابر نسیان علم کردن، دانسته یا ندانسته، این بگرد را از یکی از مهمترین ویژگی‌هاش که جدایی از دین است توهی کردند و در ناخودآگاه ایرانی تخم گمراهی کاشتند. میتوان پرسید که چرا؟ چند دلیل میتواند داشته باشد. 1. خود تصور درستی از بگرد نسیان نداشتند. 2. برای خوشامد روحانیان و کلاه شرعی گذاشتن بر سر این بگرد بود. 3. واژه‌ای دیگری نمی‌توانستند بیاورند. این دلیل سوم را نمی‌پذیرند، زیرا اگر آگاهی و خاص بود می‌توانستند واژه‌ای دیگری بیاورند. به هر حال همه این عامل‌ها در گزینش واژه ملت دست داشتند، به اضافه ساده‌لوحی، لاابالیگری، ولنگاری، تزویر، دروغ، کوته‌بینی و کم فرهنگی بسیاری از دست‌اندرکاران سیاسی. هرچه بود کلاه گشادی بر سر ایرانیان رفت. از موقعیت تاریخی بی همانندی که پیش آمده بود استفاده نشد تا به مردم آموزش داده شود که باید در جهان نوین دین و دولت و نسیان را از هم جدا کرد. ناآگاهی ایرانیان از این موضوع بسیار ژرف بوده است.
زیرا تکرار این کژفهمی و گمراهی در انقلاب 1357 نشان داد که ایرانیان، یا درست‌تر گفته باشم به اصطلاح روشنفکران سیاسی، به اهمیت این مسئله بنیادین پی نبردند. همکنون هم دستن در کار بافتن کلاه بسیار گشاد دیگری هستند، این بار به نام روشنفکری دینی و اصلاح طلبی، که همانا بزک کردن چهره زشت واپسگرایی است. در واقع تاریک اندیشی است و پیکار با پیشرفت اندیشه، همچنین آب بردن است به آسیاب متعصبان زورگو. بگذاریم به بحث زمانی که برگردیم. میتوان پرسید در فارسی چه واژه‌ای را میتوان به جای ملت نهاد؟ روشن است که واژه‌های مردم، کشور و میهن را باید کنار گذاشت، چون آنها به گردهای دیگری هستند. من واژه نفان را پیش می‌دهم که در این تصویر می‌بینید. نفان از اوستایی نافعنه به معنای خیشاوندی، خانواده. این واژه اوستایی همچنین به دیسه نافع آمده به معنای خیشاوندی، خانواده، ناف. همتای سانسکریت این واژه نپی همچنین معنای خانه و خاستگاه دارد. واژه‌های فارسی ناف، نوه و نواده هم با این واژه‌های اوستایی پیوند دارند و معناهای دیگر ناف در فارسی اصل، مرکز، خاستگاه هستند. در فارسی میانه ناف و نف به معنای خانواده است، نافک به معنای ناف. در سغدی ناف به معنای کشور است. در کردی دیسه دیگری از این واژه اوستایی هست، در سورانی نتوه، در کرمانجی نتوه به معنای خانواده، نژاد، نسیان. این واژه کردی با متتز از نفته آمده است. همتای نفان را در دیگر زبان‌های هندواروپایی می‌بینیم. در یونانی انپسیوس، خیشاوند پدری یا مادری، در لاتین نپوس، نوه، نواده، اومبلیکوس، ناف. در لیتوانی کهن نپوتیس، نوه. در انگلیسی کهن نفه، نوه، نواده. بنابراین اگر نفان را بپذیریم، چنان که در تصویر دوم می‌بینیم، ملی خواهد شد نفانی، ناسیونالیسم، نفان باوری، ملیت، نفانیگی، ملی کردن، نفانیدن. اسم مصدر ملی کردن نفانش، ناسیونالیزاسیون، بین المللی، اندر نفانی. وقت ما به پایان رسید. آلبر کامیو، نویسنده بزرگ فرانسوی، در سال 1944 در جستاری به نام درباره فلسفه بیان میگوید بدنامیدن چیزها افزودن بر بدبختی جهان است، و ایرانیان بارها این سخن کامیو را به خوبی ثابت کردند. ولی روزی باید به خود آیند و دست از احساسات زدگی، سرهمبندی، سرسری گرفتن و کوتاه‌بینی بردارند، معنای درست چیزها را بفهمند و در اندیشیدن پرسونش دقت به کار ببرند، تا چیزهایی را که باید از هم جدا باشند در هم نیامیزند. و این چیزها را باید در دبستانها و دبیرستانها و دانشگاه ها بیاموزند، که آن خود داستان دیگری است.